آقای دادالله قانی رئیس شورای ولایتی فرا با ما هستند تا در مورد افزایش ناامنی ها در ولایت فرا بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای قانی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به مجموعه خبری پیک روز. سلام، خسته نباشید، روزتان بخیر. تشکر. میخوام بپرسم که در حال حاضر در ولایت فرا چه میگذره؟ وضعیت ولایت فرا بر شما هم بهتر معلوم است از طریق رسانه ها که وضعیت شکننده هست. دشمن تحرکات خود دارن، سر ولسوالی های ما حملات خود دارن. متاسفانه دو ولسوالی ما به حتی سه ولسوالی ما در مدت یک هفته به سقوط مواجه شدن و فعلا هم ما در ولایت فرا خصوصا در ولسوالی قلعه‌کا دیشب ما جنگ داشتیم، سر ولسوالی ناردره ما جنگ جریان داشت، جنگ جریان دارند در فرا. ما فعلا قوت های اعزامی ما به ولسوالی ناردره رفتن به کمکشان و انشالله ان قریب ولسوالی قلعه‌کا پشتکو قوت های هوایی و زمینی ما خواهند رسید. بله آقای قانه، شما چه فکر میکنید که در این اواخر علت از دست رفتن ولسوالی ها در شمار زیادی از ولایت های افغانستان به شمول ولایت فرا چست؟ چه رخ میده؟ واقعا کمبود تجهیزات وجود داره و یا هم تشکیلات؟ دشمن حملات خود در تمام افغانستان به شدت دادن که ولایت جمعی از افغانستان هستند. این موضوع یک موضوع بخش سیاسیشان هست که متاسفانه در مسائل صلح دشمن و خصوصا با ما حله و فریب داشتن و اونا زندانی های خود آزاد ساختن که او زندانی هایشان عملا امروز در جنگ سهم دارن و دشمنی که بر کشورهای بین المللی و خصوصا ایالات متحده امریکا تعهدشان هم همی بودن که ما از القاعده دست بر نمی داریم. شما ببینید که جنگجویان القاعده امروز در خطوط مقدم جنگ اونا می جنگن، سپاه پاسداران کشور ایسای پاکستان، اما غیر مسئولانه صحبت نمی کنیم. بر ما اطلاعات دقیقی که بر ما می رسند اونا گواهی ای را می تن که کشور ایران و خصوصا ایسای پاکستان جنرالان و مهندسین جنگ و جنگ خصوصا جنگ فرار اینا مهندسی می کنن. شما دیدین که در بکوا یکی از فرمانده های ارشد القاعده در طول 4 ماه پیش کشته شدند. بناهن دشمن پلان ای را دارند که افغانستان یک نو به ناامنی را در افغانستان بیارن و به قتل و قتال خود اینا ادامه بدن و هدف اینا هم خوب فهمیدن که ما نمیتونیم افغانستان اینا بگیرن و در افغانستان اینا حاکمیت کنن، چون مردم با حاکمیت با قدرت رساندن طالب هیچ نوع سازگار نیستن. شما دیدین در مدت 5 سال یا 6 یا 7 سال ماموریت و حکومتشان که اینا در خصوصا در ولایت پشتون نشین اینا سر مردم حکمرانی میکردن، با مردم ظلم میکردن، از حقوق مردم با مردم آزادی بیان نداشتن، مردم اجازه کار نداشتن، این مردم خصوصا سکتور خصوصی هیچ نوع فعالیت نداشتن و اینا تشکیلات منابع بشری که مردم افغانستان که اکثر اولادایشان تحصیل کرده هستند در بخش های انجینری و دکتری اینا سند گرفتن و اونا تحصیل کردن، اونا را کلگیشان به خانه میشنن و میبینین که شما در ولسوالی انارداره ما که اینا ولسوالی را تعمیر ولسوالی را متاسفانه که نیروهای ما به قرارگاه اردوی ملی اینا تغییر دادن، شما دیدین که او را با بم و انفجار او را کاملا انفجار دادن. اگر اینا با واقعا بر افغانستان اینا به اصطلاح هدف خدمتگزاری را می داشتن، ای ولسوالی ای تعمیر تاسیسات عامل منفعه است، ای بر مردم هستن. اینا اگر پایگاه خود از سرشان ایجاد میکردن هم میتونستن، اگر اینا اونجا حداقل یک مدارس دینی را اونجا ایجاد میکردن او را با چون ولسوالی بودن، اگر اینا پلان و امید امیر می داشتن که اینا در آینده صاحب قدرت شوند و حکومت بگیرن ای را هیچ کار نمیکردن. پس بناهن برازی ها بیگانه ها خصوصا ایسای پاکستان
ایرا برای خون و گوشتشان ایرا تصریح کردن و برایشان این هدایت و سری دادن که شما برین و ایرانی کرین و و و و و اینا هم میفهمن که ما به قدرت نمیرسن. پس بنان اینا مردمای عام در ولسوالی لاش جوین مجتفیدار کلانای قوم اینا به شهادت رساندن. اینا در ولایات شما میبینین کسایی که صدایشان صدای مردم باشد و از حقوق مردم میخواد دفاع کنن و و و و حداقل اینا امو چهره کثیف زیاره بر جهانیان نشان بدن، اونا رو اینا به شهادت میرسانن. فکر میکنید که با این حالت میتونه گفتگوهای صلح با کی به پیش بره؟ چون شما گفتین که کشورهای زیاد در جنگ افغانستان دخیل هستن، بالاخره میتونه که افغانستان یا حکومت افغانستان طرف مقابلش که باید گفتگو بکنه کی را تعیین بکنه؟ در حال حاضر که با گروه طالبان وارد مذاکره است و گفتگوها ادامه داره، رای زنی ها و چان زنی ها همچنان در دوحه ادامه داره، فکر میکنین بتونه بسنده باشه؟ حکومت ما متاسفانه بگوییم فریب پاکستان، اول ایالات متحده فریب پاکستانی ها را خوردن و بعد این هم حکومت ما هم به یک دست دو سیش فریب پاکستانی و دسیسه زیر تاثیر دسیسه پاکستانی ها رفتن که 5000 یا 6000 طالب را رها کردن، اونا رفتن در صفوف جنگ، اونا رفتن عملا در جنگ سهیم شدن و در مذاکرات صلح و حکومت ما باید یک از یک پیام واضح را در مقابل دشمن می داشت، در مقابل طالب می داشت، چون که اینا با هیچ وقت از قتل و قتال و از گروه های تروریستی دست بر نمی دارن، اینا از القاعده دست بر نمی دارن. این را باید حکومت بر جهانیان ثابت میکرد که اینا جز ده آله دست آیسای پاکستان و سپاه پاسداران ایران و القاعده بیش نیستن. ایرا بعد حکومت واضح به جهانیان ایرا تعریف میکرد و تعریف دوست دشمن در حکومت و در داخل ادارات خود میداشتن. متاسفانه حکومت در دستگاه حکومتی خود تعریف دوست و دشمن تا فعل حال ندارن که کی دوست است کی دشمن هست و ما باید دشمن چطور و یک روحیه ضد طالبانی را و ضد تروریستی را که اشخاص خودشان دارن و اکثر قماندانان جهادی ما که دارن، متاسفانه او هم از طرف حکومت یک نوع سرزنش شده است و برزیا ابتکار داده نشده است. محلاتی که ما در حد محلات ما صلاحیت ها را به قماندان های مربوطه ایشان از چوله گرفته تا کندک، از کندک تا لوا، اینا صلاحیت ندارن. اونا میتونن که به حال احوال شرایط اونا میتونستن که در همون جا قمانده کنن و از همون جا تصمیم بگیرن. متاسفانه امر قمانده از بالا هستن و این زمانگیر هست که با طبقات ماتحت و طبقات پایین میرسن. او وقتی هستن که دشمن باز به یک نوع به اصطلاح امکاناتشان بالا هم هستن و اونا به دستاورد میرسن، دستاورد دارن. ما اگر صلاحیت ها را از پایین داده شوه و قماندان هایی که واقعا در مقابل طالب و تروریست ها اونا دستاورد دارن و مبارزه میکنن، برازی ها امتیاز هم قائل شوه و اونا را مکافات شون، ما بر شما به اطمینان میگوییم این حالت به میان نمی آمد و این حالت ما هیچ نو بر حکومت هم چیم امروز حکومت هم برای می چیز شده. زمانی که بر کسی که فعلا هم اگر صلاحیت داده شود، ما بر شما به اطمینان گفتم میتونیم که ما میتونیم این حالت بحرانی را مهار کنیم. بله آقای قانع، در حال حاضر وضعیت باشنده های مناطقی که از دست رفتن چگونه است؟ وضعیت مردم ما شما دیدین که مردم تاسیسات عامه مردم را طالب انفجار دادن و و و و خدماتی که حکومت بر مردم میکنن اونا محروم شدن. اگر برایشان خدمات بشر دوستانه اعزام شوه، اونا را طالب زیر فلتر خود گرفته، به همو جنگجیان خود، به خانواده های
کشته شدگان خود خدمات اونا بر اونا عرضه میکنن. متاسفانه مردم عام را اینا به زور سرشان نان میخورن، به زور اینا را زیر چادر یک مادر اینا در زمانی که قوت های هوایی بیان اینا خف میکنن و از خانه ها و از اماکن مقدسه ها اینا سوء استفاده میکنن. مردم ما در بسیار بتنگ هستند، مردم ما خسته هستند، از زمین هایشان که امسال خشکسالی هم بودن اینا به زور عشر و زکات گرفتن، از پیش مردم به زور جزیه میگیرن و مردم ما را استقلالیت مردم ما اونا محدود شدن. مردم ما سخت در ساحتی که طالب اونجا حاکمیت دارن به تنگ آمدن و حکومت را خواستار ایزیستن که حکومت بعد او ساحت تحت پوشش خود بیارن و و و و, و مردم را از ای عذاب، از ای ظلم و ستم مخالفین اینا را آزاد بسازن. آقای خانه، با این که گفتگوهای صلح و مذاکرات جریان داره برای اینکه بتوان یک راه حل سیاسی، یک توافق سیاسی برای این وضعیت مردم افغانستان پیدا شود، فکر میکنید که حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی و مسئولین این مبارزات نظامی را افزایش بدن و بخواهند که از راه نظامی پیروز شوند؟ حکومت بعد دو کار را بکنن. یک، کماندان های جهادی ما، کسایی که واقعا ظرفیت امیر دارن و مردم های بومی که ظرفیت امیر دارن و میتونن اینا از وطن دفاع کنن، اونا را به قدرت اینا را بگمارن، از تعینات سلیقه‌ای و منافع شخصی خود بگذارن. و موضوع دیگه ای که پیام واضح، چهره واضح تروریستی طالب را به سازمان ملل اینا تقدیم کنن. اینجا به کشورهای بیرونی و کشورهای همسایه ما که همیشه با خون ملت ما اینا مکیدن و و و و و اینا در بی‌عزتی و در جنگ و وحشت و دهشت وطن ما اینا آبادی خود دیدن، دستای زیار کوتاه کنن، خصوصا آیسای پاکستان را که آیسای پاکستان میخواهند که دشمنی خود که دشمنی چندین ساله خود میخواین اینجا به هدف خود برسانن. موضوع خط دیورن ما را اینا میخواین که او را به رسمیات بشناسن و حتی اینا میخواین که در بخاک ما هنوز هم تجاوز کنن. دستای خصوصا پاکستان که یک چهره کسیف شیطانی را دارن، خصوصا جهانیان اینا را به جهانیان نشان بدن که دستای او کوتاه شوه. ما برای شما اطمینان میدیم که مردم افغانستان خصوصا بر طالب و ازان عامه که چون جهانیان و علمای جهان هم ایرا گفتن که جنگ افغانستان ناروا هستن و جنگ که طالب میکنن اونا جنگشان ناروا هستن و اگر کشته شوند اینا مرتد میشوند. پس این همی انعکاساتی که جهان علمای جهان گفتن او را انعکاس بدن و سر طالبی رسدار بکنن که او طالب، تو که امروز به دستور پاکستان، آیسای پاکستان میایی، تو را به قدرت نمیرسنن. همون طالبی که امروز ما از طریق رسانه شما میرم، ما من حیث اسناد میمانم، طالب به هیچ عنوان پاکستان نمیمانند که او هم به قدرت برسن و بناهن. تشکر از شما آقای خانه که در این بحث با ما بودین، موفق باشین.